بحث این بود اگر تو اگر تو بخوای تو سوسایتی باشی خب به اوندش که انسانی پیشرفته تره مغز یک جور اگر بخوام برات یک حالت استعاری جوری تمثیل بزنم یک جور ازوله حسابش این برای اینکه بخواد بار بیاد در آن ب... در آن باید بتونه خیلی دیتا ها رو بگیره پروسس بکنه پرزش کنه در آن باید بده بیرون از بین چند تا چیز خوب انتخاب بکنه نیاز به این داره که مدت زیادی روش کار بشه یعنی فیزیک بمونه یعنی که بدنش فیزیک فیزیک کلاسیک کار میکنه این آدم باید هر روزش از رژیمش از ساعت خوابش تغذیهش روند یک روند زندگی مشخصی داره ذهن همینه برای اینکه شما بخوای روی ذهن کار بکنی یکی از اولیه ترین یعنی بیسیک ترین چیزا ایس فاندامنتالش اینه یعنی که شما تنها باشی تنها نه که بشینی با خایت بازی کنی چرکی از لای نافتو در بیاره طرف تو تنها یعنی که بشینی باشگاه تو تو تنهاییته. من میگم آقا سوسایتی برای وقتی که تو میخوای اکسپرشن داشته باشی بگی ببینید من چی جمع کردم شما مثلا مثل مم. مهمونی میمونه دیدی میری مثلا خر کار میکنی مثلا در حال داره کونت بذاری عب نداره بذار مهمونی بشه کون ناصر رو پاره میکنم ماشین جایی رو ببرم اینم یه چیزی یه چیز دیلی با خودت داری میگه عب نداره بذار کونم پاره شه ولی در عوض میرسم به همچین اسکیلی به همچین مهارتی و این هی زن... نظر من ذهنه مرموزترین پیچیده ترین بی انتها ترین چیزی که تا الان یعنی به عنوان کانشسنس ذهنت باهاش بریم میشه خود خودتی خودم میگم من چیکارا میتونم باش بکنم حتی اگر بخوام زور داشته باشم حتی اگر بخوام زبان گرم و داشته باشم چیتر باشم آدمی باشم که کاریزما دارم پی بالایی دارم پرسپشن دارم زن مردم رو بر میزنم من چیزی که فکر کنم تو من از میکنم تو وقتی تو رو نگاه کردم که آیا این آنالیزیس کفتم میگه از این آدم هاییه که توی جمعی که هستش مردای دیگهش خونسان سو یعنی آش کردم که این آدم هست که میتونه منعیش کنه زنه رو چه آی کانتکتی چه هر سدن ذهنه انگار ذهنت یه خورده از آدمایی که تیپیکال عادی هستن جلوتره چون ما این نورم داریم دیگه ما الان من چیزی که من این همه گفتم قرار داد چرا من را میگن آقای فرشت کسکش چیه هی میگیم بعد این بعد به خاطر اینکه ما با یه کشت انسانی رو, رو هستی. اونی که میاد هرم درست میکنه ما رو گوسفند قرار داره میده داره همین نشون میده میگه تو گوسفند منی تو باید کانسیوم بکنی یه فیلمی بود خیلی وقت پیش خیلی وقت پیش من نگاه میکردم طرف عینک میزنه توی شهر یه عینک خاصی رو پیدا میکنه روی تابلو نوشته کوکاکولا یا عکس دلاره تو بیزینس یعنی که دیس از یور گاد میاره میگه جل. نه نه تو گایدم ولی نمیگه تو دلش میگه دوباره میزنی This is your god این بعد نمون میکن... آه فیلم کس خود قرمت برم نه من یه سحنه شو فقط دیدم آه. که تو تیک تا گذاشته بودن ب... 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 اون برای نگاه میکنه نوشته اوبی در میاره مثلا نوشته مثلا فاک می میاد این برای نگاه میکنه یه سری آدما بین آدمانی که صورتشون فرق میکنه اینه که میتونه اونا رو ببینه اونا اینو نمیبینن مثلا میری توی پادکست نشستن توی یک برنامه مثل بی بی سی مثل سی نشستن ده نفر آدم دو نفر اون لا آدم نیستن ولی کاملا دارن رفتار عادی انجام میدن کاملا رو نرمن این هی سیخ میکنه روی اینا اونا متوجه حضور فهمی میشن حضور اون داره کانشسنس رو نشون میده فیلم فیلم که میخواد بگه یه عینکه هری پاتر نیست که چوب بکنه تو کوس زنش بره تو آسمون داره میگه که آقا شما اگر بخوای زیاد فکر بکنی نه بعد بشی اون ذهنیت بعد حظ بشه تو ساخته شدی بیای توی بازی که برده جنسی ما هستی چطور تمام انیمیشن یا بکنی هفت کوتولو یه مادر قهوه نمیدونم چی چی و چند نفر فلان تمام اینا دارن به ما القا میکنن توی بچگی که آقا زن سکسیه جذب میشی عشق عشق کسی که عشق رو داره ترویج میکنه بدون اینکه بفهمه یا میفهمه یا نمیفهمه یا خداگا یا ناخداگا تو ما یه دو تا چیز آزمایش انجام میدادن یه فیلمی رو توی یک از سینماهای ما پس بس بس بیاد چون برای مهم نیست روندم مثل چیز باشه ها کلاسیک باشه ها یا ممکنه وسط شهر که شما برینم اینجا برای مهم نیست ما سیکل ندارم هر چی بیاد میگه یه دونه چیز من دیدم رپ داره من همینطوریه آره را راحت باش آیه تونس خانم مثلا نیست نیست خونه نیست کیرم تو تایمینگی که انتخاب کردی منیجرش <تصح> یارو میره تو پرده سینما از هر فیلم میدونه که پل سیستم 25 فریمه مثل تلویزیون سیستم فریم سینما داخل خود سینما داخل خود سینما 24 فریم اینا میان آقا یک فریم از فیلمو میذارن یه کوکا کوکاکولا میذارن تحقیقاتی بعد از تموم شده یعنی هر ثانیه تو یک فریم داری کوکاکولا میبینی ولی نمیبینی میبینی ولی نمیبینی یک جوری میره توی زمین ناخداگات چون تو یک فریمو تو یک ثانیه میدونی اصلا زیاد چیز معقولی نیستش حالا بین یک سری فریما گذاشته بود نشون میداد کسانی که بعد از این که از سال بدونی که کوکلا کوکولا بکنن کسانی که از سالون اومدن بیرون 60 درصد بیشتر متقاضی کوکولا بودن بعد از اون اون سانس این ذهن منه که منو میترسونه از اتاقت میگه جن چرا ایرانیان قرار انقدر جن میترسن انگلیسی ها معمینا تمام که تمام فرهنگایی که ادبیات غنی دارن میترسن می از اون اسطوره های زشتشون چون اسطوره سازی کردم توشون مونده مثلا طرف برمیگرده میگه وای من چوب لباسی و مثل زن دیدم که فلان آل اومده بچه مثلا زنی که با حامل از زیر سر چاقو بذارید فلان بذارید آل میاد آل چی یه زن دراز لخته و تو چرا این دیلوژنی که میزنی یکسانه با بقیه آدم فضا چرا کلش بود القا شده بهت تو الان برو تو جنگل آماز انسان دو ترس ذاتی داره تو غریزی داری یک ارتفاع میتونه داشته که صدای بلند ما بعد برم بوغه یه دونه قطار بزنم پشت هر ب... هر بنی بشری یارو ننش گایده میشه برم گیره ننه من بوغ میکنه تو کوسه ننم یارو تو تحمل کنه وضعیتو ارتفاع تو هر حیوان و هر چیزی ببری توی ارتفاع چیز بکنی سریع طرف واقعا واکنش غریزی دفاعی برای بقاست که هدف انتقال اون اسپرم به گذاشتن برات که مثل اینکه دست میزنی با آتش دهنت گایده میشه این همون حفظ بقایه که تو داری و در مواقعی که بروز احساسات عجیبی داری اون قسمتی از مغزت که تو رو لیمیت کرده باز میشه یعنی زن تو دارن میگن توی که تا حالا زور نداشتی که مثلا برید یه دونه در سنگین و هل بدی یهو میبینی میبینی دو نفر رو میزنی اونو بر میداری تپش قلب بالا داری بدن تحریق داره تو علنا به, به هیروی هی خود میرسی از اون لیمیتت را دیگه فیلم لیمیت همین حرف میزنه این خیلی جالبه داشتم در چی میگفتم که به این سینمای رسیدم خیلی مهم بود کوکاکولا قبل خب مغز ببین تو خودت هم کس مغزی مثل اینم میگم قبل از سینما میگه کوکاکولا کوکاکولا تو سینما بود دیگه آیا کوکاکولا رو بگم تو یادت بیاد نه یا چونش رو میخوره نه واقعاً دفاعی نه شیمپ کونگش داروین تک میگه وقتی از از امین با بپرسه داره میخوره میگه چی میگه این کوسکش یعنی داره تو دلش میگه یوتیوب نه 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 اینم نه چی رام ازش نمیکرم داره من کوس میگه نه اتفاقا بدم میگه من انقدر با مغز تار کردم چون مغز خیلی شبیه مغز منه یعنی من دقیقاً همین فکر رو دارم واقعا بهشون فکر میکنم و واسم عجیبه که چرا بقیه این فکر رو نمیکنن چرا بقیه نمیبینن که مثلا همه چی داره ستاب میشه مثلا مثال خیلی جالبش اینه که توی ایران پارتی های ایران خیلی خفن تر از پارتی های تو کانادا و آمریکاست چرا چون ما ایرانی ها از فیلم امریکن پای یاد گرفتیم مهمونی بندازیم مهمونی که میدونیم باید توش خفن باشه همه چی باشه یه رو ملق میزنه رو سرش داریم میچخه اومدم کانادا گفتم الان میریم مهمونی چه خبر رفتیم مهمونی بیم تا چاقان چهار نشستن همه لیوانای قرمز کیری پلاستیکی دستشون اصلا... مشروبشون شعر نمیکنن دقیقا همینه ببین یه چیزی هم که وجود داره روی چیزی که داری میگی بحث هم که داشتم داریم کنترل میشیم بحث کنترل بود مردارو اخت... رو مردم رو اخته کرد مردم جهان رو اخته کردن و بحث اون چارته این بود داشتم میگفتن میگه آقا تو تو زندگی بحث اصلا این بود یادم اومد چقدر خوب شد اینو گفتی سوه بحث این بود که تو وقتی به دنیا میای اولش قشنگه یه فضا بهت میدم که احساس کنه که It's my life Oh it's my life که یه فیلم داره راجر هاتس یه آهنگی داره راجر هاتس میگه When I was young It seemed like life is so wonderful A miracle Oh همه چیزو سیاسی میگه Then me kick me away هم شروع میکنه گفتن که چه مادرم آقایی نفهمیدم خودم بهم به انگ سیاسی زدم بهم به انگ فلا پرکتیکا فلان زدم مثلا نفهم چی شد ولی اولش زندگی پرنده روی درخت چیک چیک میکرد اول میگه. نمیگه به گوش بدی راجر هاتسون لاجیکال سانگ اسم از گروه سوپر ترام <eyeshadow> آره. میگه که آقا تو اول اوکی تو اگه نگاه بکنی بچه ها همیشه نظریه پردازهای بهتری هست به خاطر اینکه اوپن مایند و اوپن مایند یهو میبینی یه پیشنهادی بهت میده پشمات میریزه به خاطر اینکه اون قرار دادا نداره تو زنش <famoso> کاملا داره قریزه انستینکتیولی فکر میکنه و به تو کاملا هر آن چیزی که هست رو بیان میکن دیدی بچه ها ای eh, بابا چقدر زشت شدی ماما میگه این e, دیدی 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 دید. نگو بابا داره میگیره دلو رشتشو داره میگیره و اون بچه که رنگی میفوشید اون بچه که پر از ایده بود اه, رویه میکشید سفینه میکشید فلان میکشید هر چیزی که میخوند روش تأثیر می تو اونو تبدیلش میکنی به آدمی که هفت صبح بلند شو یعنی آشغال میفرستیش بیرون تو آشغالونی میای مدرسه که واقعا یک تو یک پادگان اندیشه است که تو رو درگیرت بکن مثلا آقا فلان پادشاه چه قرنی بود کس ننش مگه مهم من بدونم دوازدهم فوریه سال 800 <applause> کس ننت به چه درد مطلب نه تو رو درگیر نه نمره نه معلمه نمره نه میشه چی؟ فارس کام ننت بیار بکنم پس کن اوکی پسری که ایده داره رو کاری میکنن که ننش ننشو ببین داره نشون میده جاهای واری نمیبینیم داره میگه دارم ننتو میگم و میگامو. سینما داره بروز میده تا حدی بخواد زیاد حرف بزنه اسپانسر میگه جیرت قطع فردا بعد ساک بزنی بعد سر کنزینگتون واسه سیات تو باد بادک اده چی پنگوان در بیاری نمیذاره ولی تو میبینی تای مرور حتی خ... من این کار من جلوی مقا... واقعا واسه میگه آقا دیگه بعد برم سر کار دیگه نباید فلان بکنم دیگه نباید بلند حرف بزنم پامو دراز بکنم رنگی بپوشم باید موهامو بزنم باید جایگاه اجتماعی داشته باشم یعنی طبق یک قراردادی اعتبار بگیرم بگم چاکرم بگم چاکرم که اون بهم پول بده که من بزرگ بشم یکی بهم بگه نوکرم چاکرم بدون اینکه فکر بکنم من همون بچه‌ای بودم که روی همون رو دیوار می‌کشیدم و می‌خواستم یه روز سوار سف... سفینه بشم برم تو آسمونا و فکر می‌کنی آدم کسخله یعنی <applause> بگم من با خیلی آدم حرف میزنم بعد مثلا یارو یه آدم خیلی مثلا مذهبی فرض کن هست بعد از اینکه من باش ده دقیقه یارو حرف میزنم من یه وصل میشم به اون شخصیت واقعیش به اون هفت سالش پر یه حرف دلش رو میزنه یه چیزایی میگه که مثلا من پشمان میریزه که مثلا این شخص داره اینو میگه خب من اینو به چشم دیدم تو مثلا صدها آدم نه مثلا چند تا که واقعا وقتی من باشون خودم هستم خودم هفت ساله هم چون من همیشه من واقعا شد هفت سال هشت سالم بود خونه یکی از دوستامون بودیم و یه کارتون خیلی خفن اومده بود مثلا مال دیزنی یه صحنه سفن... خیلی خنده دار داشت بعد مردم اومد تو اتاق صابخونه گفتم اینجا رو نگاه کن این دو دقیقه نگاه کن خیلی خنده داره و بعد یکی که گفت کارتون مال مرد نیست گفتم یعنی چی گفت کارتون مال بچه هاست اتاق رفت بیرون من که فکر چقدر من احمقی. بدون که نگاه کنه بدون چیه این میتونم بفهمم نگاه کنه شبه کیریه ولی اگه تو هنو نگاه نکردی فقط چون که این گرافیکش با مداد و خودکار درست شده به که پیکسل مثلا نترال هچ ما هستیم باشه تو این آریدی جاچ کردی پس اگه بزرگینه مردینه من نمیخوام مرچم نمیخوام بزرگشم بعد من اون روز این تصمیم خیلی بزرگ زندگی زندگیم بود یعنی هر وقت که یه نفر گفتش که این کار کار درستی است گفتم چرا مثلا یه دو تا نشسته بودم پاهام رو میز بود بابا اومد تو خونه یهو قاطی کرد چه وضعی داره میشه شما ریده شده با این بچه تربیتاتتون من آدم تو تو پا تبرونی زر نمیدیدی بجوش گفتم بابا کسخولی چه جوری پای من روی میز تو مغز تو عصبانیت درست میکنه کی مغز تو رو گاییده بخاطر اینکه بیکارن تو 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 بیشترین این آمار رو توی خونواده هایی داره که مخصوصا توی یک جای تنگ زندگی میکنه جلو هم دیگه اندقا میکنی و دارو دق دق مثلا یه سری آدم به من میگفتن دقیقا مربوط به حرف توه این بود که آقا بابا تو کس که چجوری یه ماه تو خونه بیرون نمیای تو حوصلت سر نمیره نکتش اینجاست کسی که میره بیرون دنبال کاره اونه که حوصلش داره سر میره چون چیزی نداره برای اینکه خاطر سرمایه گذاری این سر اینوست هیچی هیچ نداره میگه تو کسل شدی بریم بیرون بریم بدونیم کار کنیم و کردیت میگیره و کردیت میگیره توی خونه هم همینه آدم بیکاره که میاد میشه تو چرا کج چون توی خانواده مرد مخصوصا مرد ایرانی میگه آقا من تو زندگیم چونم گذاشتن یه جا رئیس باشم یه زنی هست که هیچ نه هیچ کسی زیرش شدیده فقط هم مال من بوده هر کی هم قبلش گفته بود کسی خوابیده کس ننش میرم میکشمش با شادگان آنگ چاتینه دار که آزی بردم پلی میکنم حالا اگه این دارم بعد برمیگرم میام این زنه مال منه میزنم توش بچه دارم من شیر جنگلم تو بیرون این خونه من دلار میشم که بیام تو خونم بگم یار ببر بشین پاشو که خودم رو ارزا کنم چرا بیکار علافم هنوز بعد پنجاه سال سن درگیری اینم که خودم رو به خودم اثبات بکنم و باز راضی نمیشم دقیقه میکنی؟ و داره اینه که تمام بچه های ایرانی هیچ کدوم ارتباط ندارم با پدر مادرشون حالا الان بهتر شده ولی به تو ازام آقا، پدرتون نمیشنسی اینکه افسر مثلا تو <تاره> اه... آره فقط فیلم بازی میکنن تو فقط من داشتم آه... با یه دکتر زبط میکردم هفته پیش بعد بهش گفتم که من آقا نظرم آقا, اصلا نمیخواد حرفش آره زیاد مهم نیست بگو <تصح> گفتش که من بهش گفتم گفتم که من چیزی که دنیا رو میبینم اینه که انسان ها از روزی که به دنیا میان تا روزی تا روزی که بشه مثلا هفت تا 15 سالشون نه بیشتر واقعا هفت ساله تا هفت سال اون خودشون شکل میگیرن یعنی رضا میشه رضا سهل میشه سوهل بعد از هفت تا 20 بهشون سوسایتی دایرکت و این دایرکت بهشون نشون میده چطوری قایم کنن این شخصت خودشونو و چجوری تو سوسایتی فیلم بازی کنن که قابل قبول باشن بعد دکتره یهو شروع کرد دست دادن رو میگفت دمت گرم وای چقدر قشنگه پشما یعنی اون که مثلا این همه آدمو داره میبینه دکتر روزی ببین داره چقدر خرابه که بابت یه حرف به این مشخصی اون دست میزنه چون بقیه اینا اینم هم نمیفهم همین میگم دیگه هم همینه دیگه من چیزی بگم حق نداری کات بکنی یا آدمی مثل هولاکوی دقا میکنی ایشون از نظر من باید میشه از قرص سفالکسین تجویز میکرد ولی یه بوتی از یعنی چ... یعنی ما انقع... یعنی یک انسان چقدر حقیر میتونه باشه توی زندگیش که به 20 تا 30 سال سن برسه ندونه دو چی جوری زندگی کنه ارتباط اون آدم باید بره بمیره فرقی نداره باش یا نباشه که نمیتونه رابطه رو با تکلیف خودش رو وقت ارتباط با یک انسان دیگه که داره کودکی مینه روشن بکنه که نیاز باشه بیاد به یه, یه کسی مثل هولاکوی ها بگه و اون بگه چند تا بچه ای؟ اینقدر بچه ای؟ آره پدرم منو میکرده اوکی okay. و بعد مردم میگن وای بریم تو زندگی مردم سرک و اون ویو میخوره و اون پروموت میشه اون فکر میکنه کسیه نمیدونم ایشون فکر میکنه کسی هست ولی هیچی نیستی دوست عزیز قواعد انسانی اگه کسی بره بمیره و من قول میدم که میتونم از زندگی خودی رات بگیرم اگه بیت بشناسم میتونم ریز رو دربی اینجا چیزایی نیست ولی مردم کردیت میدن به این چیزا به اینکه مردم دوست دارن حامی داشته باشن مشکلم از خونه بود بغل بابا به پر بغل مامان این پول این فلان این حمایت من کی بود که به طرف تو آخر عمری سربازی که دوست داره زیر علم کسی سینه بزن یه کسی دیگه اضافه بکنم. کنم بگو همین که تو در رجمه که میگی موموکو چهار سالشه دخترم خب خیلی کوچولو دیگه بعد خب بچه یه که از روزی که به دنیا آمد من باهاش بودم پاشونم من خب عاشقشم واقعا ایکوالی ولی موموکو رو چون دختر و کوچولوتره یه خورده الان گوگلی میخوام حسابش کنی موموکو اومد بالا ما یه همسایه داریم یه پسر 9 ساله داره که اینا با هم بازی میکنن پاشا 8 سالشه موم... اون پسر 9 اینا با هم بازی میکنن موموکو هم باشون بازی میکنه یه هم موموکو اومد بالا با اون قیافه کیوت و یه خورده گلی ام... کاردر منو زده میگم چجوری کارتور زد میگه مثلا نشونده که نشونده شک تو خب بعد من یهو عصبی شدم اونم بلند شدم برم مثلا به کاردار یه به چی بهش بگم بعد به خودم گفتم که خواهرم چیکار میکنم دارم به این یاد میدم که این اولین باریه که دختر من تو زندگیش با یه سیچویشن کیری مواجه شده من دارم بشم که اوکی هر وقت شد بودو گریه کن پیش بابات من مشکل حل میکنم خب این خوب نیست جوره اون غیرت و پدری و هر کسی شریم بگی و جورهشو گرفتم خودم ماماکو این دنیای بیرونه دنیای بیرون اونجوری که تو میخوای فکر کنی همیشه نیست دو تا حق انتخاب داری برو یه چک بزن تو صورت اون یا دیگه باش بازی نکن یا ببخشش بدون که هر وقت میبینی امکان داری یه چکی بخوری و با این موضوع پیستتون بکن سه تا چویس داری تصمیم خودته برو هر کاری میخوای بکنی بکن رفت و این چک زد تو صورت پسره من نگفتم چک بزن تو به سر بزنه گفتم سه تا چوس یکیشون انتخاب کن خوش انتخاب کرد انتخاب, انتخاب کرد پسرم خندید چرا چون این چهار سالشه نه سالشه خندید و مثلا شو با هم بازی کردن اون اصلا به دل نگرف اون پوینت اون یکی رو گرفت که ای اینم من خوش خوش بزنه کاری نکن این خیلی مهم پدر این کار نمیکنن پدر مادر فکر نمیکنن که چیه کار کوچیکی وقتی راجع به بچهات میکنی چه تاثیری داره توی 80 سال آینده ولی همه چی یه جا شروع میشه پله اول کجا بذاری واقعا فرق دقیقا داره دقیقا همینه ما یه چیزی متوجه شدم این قراردادهای انسانی که کل بحث اینه تایتل زندگی من نقد کردن این قراردادهای انسانیه کاری کرده که تو نگاه میکنی یه آدم تو جنگل آمازون اما بهتر رفتار ما واقعا این توهم و این احمقان است که فکر میکنیم داریم رو به جلو میریم با رفتاری که داریم انجام میدیم چه بسه که رو به عقب میریم دقیق میزان چیه شما بیا آقا میزان ما میزانی نداریم توی طبیعت اوکی من اگه یک میلیون نفر رو بکشم میزان بد بودن من چیه اون اون 18 میلیون ام... میزان بد بودن این آدم چیه ببین اینا بحث من نمیخوام وارد این هر کدومش بحثی که برای خودش یه پادکست و تازه ممکنه خیلی بگن ای کاسکشا ولی خب <تص> اونی که تو آمازون میری با تو بهتر رفتار میکنه تو اگه مثلا بری اونجا زنارم رو بمالی میره. اوکی خوشم میمالی اوکی من اینو دارم تو اونو داری من باحاله خیلی بله خوبه ولی وقتی تو تنگ میکنی آدمو حریص میکنی دیدی یکی از علتایی که آدمایی که سیگاریان نمیتونن سیگارو ول بکنن چون میگن دیگه نباید بکی وقتی میگن نباید تنگ کردم نه جرم ننش داره گایده یه جوری یه جوری رو جور. 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 عرق میکنی بیا آقا ما سیگار نم چرا چون ولع چون تو نمیخوای همیشه انسان تو اگه بری فیلم های هم نگاه بکنی تمام جذابیتش به لخ شدن و شروع شدنش اگه تو بری نگاه اگه مثلا طرف فیلم شروع میشه طرف لخته دیدیم یا مثلا فیلمی که شروع میشه تا شروع میشه یا رو تیشت در میشه شبه چی کار تو فیلم های سایی نیا فیلم اینه احمق دقیقا فیلم های سایی مثلا همسایه رو نگاه میکنه یه خورده رو نگاه مثلا یه فیلمی بود به نام این the فور لوف. اگه اشتباه نگم یه هنگه خیلی معروف داره رابطه یه فیلم ژاپنیه خیلی هم قدیمه فیلمه ببین درسته دراما این یعنی این درامایی این نیستش که فیلمای ایرانی مشه شده یکی با هر کی لاتر داره میاد برو آشم ننت بازیگریه کس ننت فیلمه داره چی نشون میده رابطه دو میدونه که اونها مثل ما یک رابطه سنگ درسته حالا دین ندارن ولی در بافت سنتیشون عین ما اوکی؟ یعنی این خیلی مبلغ سنگینی رو باید پرداخت بکنی و باید شخصیت تو جایگاه اجتماعیت که زنی هستی که شوهر داری شوهرت نیست نیست نمی... نمیخوای بگی چرا نیست میگی ماموریت و دوباره یه همسایه داری مردیه که یک زنی داره که زنشو میگه نیست خونه مسافرت و درصد که ازت جدا شد و این دو نفر precisely 100% تنها دارن به هم دروغ میگن که نخواد اون کاریزماشون بریزه تنهایی باعث بروز احساسات بین اینا توی آی کانتکت میشه که اینا تو بازار اون شهر بدون اینکه مردم اینا رو قضاوت کنن به هم نگاه میکنن من با این صحنه حاضرم یک میلیون بار جق بزنم چون دقیقا اون لحظه درست انسانی واسه همینه که الان تو ویدیوهای حتی صنعت فیلم مستحجم اینو میگم برای بچه هایی که اذیت میشه در صنعت فیلم مستهجن هومد ویدیوز کارشون گرفته یارو رو در میاره میذاره تو چی تیری جی پی سو سونیاریکسون زنه زن کیریشو میگاد ویو میخوره نگاه میکنی چراشون واقعیه شما برو نیا کن چقدر چابی بوی ها ویو دارن چون مردم خودشونو میبینن مردم اون سوپر مدل نیستن که کیرشون اندازه یه, یه تیبله و زنه تو واقعیت اونی نیستش که بیاد اونجا نگاه میکنی انگار نشستن تراشیدن اصلا جذابیت چیز برات نداره تو داری این کار داری رویا نگاه میکنی ولی ریالیتی اینه که زنه میاد شیکم داره زنه میاد و جوش داره کیره یارو اینجوری پشم فلانه میاد نگاه میکنی یقه یارو چی میشه اینا رو ای حتی تو سرچ مردم نگاه بکنی این بهش میگن جمع این یه دروغ نمیگه و که یه کمپانی ها رو زدن کنار نه خود من این من احمقی که فاکین فالوور دارم واسه چیه چون فقط به مردم دروغ نمیگم و خودم هم. مثلا یه گوی مثلا مثلا نباید اینجا باشه خیلی تاثیر داره میدونی اینه که تو خودتی یا قسمتی از خودت مثلا من خودمو نشون نمیدم من همیشه قسمتی از خودمو یا نشون میدم یا دارم یا دارم اکت میکنم باز با قسمتی از خب خب خودم. خب نه تو, تو کاری که خودت میکنی پروفشنالی در واقع واقعا کارت قویه این نه من تو هم بتونی... ولی خودمو نشون نمیدم میدونی چرا شو چرا فکر من... فکر نمیکنی همون یاری که گفتش که کسی میگه فکر میکنه فکر, میکنه فکر میکنه انی نیست انه تو اون که ببینمش نه نشون میدم چون تو برای من عزیزی چون شما حالا نخواهید بگو خانواده چیز تو الان کاری که میکنی تو میای میری توی کرکتر بعد یه آدمو میبینی بی خود نمیدونی مود یارو چیه بعد یه چیزایی میگی بعد مردم میمونن یعنی تو داری 10 تا کارو با هم انجام میدی حتی دیگه مدت نمیتونم این کار انجام بدم به خاطر اینکه هر کسی منو میبینه میشناسه یه خوش به اون را اون طبیعت این کارو اون اون حقیقت این که ما دوتا آدم معمولی هستیم داریم حرف ازم گرفتم و من دیگه الان روی این پلنم آوردم روی مردم غرب توی فرهنگ اونا متفاوته ولی دارم اینو ترایی میکنم ولی دیگه نیست طرف من نگاه میکنه کنیجی... یا میگه یا می... میدونه یا فش میده یعنی میدونه و دوست داره تاثیر بذاره یکی مثلا وای فلان یکی میکسه نه نه و تاثیر داره حرفشون. و جالبه. آدم ها رو دیدن جالبن و متاسفانه آدم ها رو دوشیدن هم آسونه با این وضعیت یعنی به راحتی میشه باشون بازی کرد مثل همین آقایی که با اون همه خرد و دانش برمیگرده به خاطر یک کلمه من من آدمی پربار یا من آدمی نادان میدونه اگر توی بخش اعتماد بریم اگر توی بخش کار بریم اگر توی بخش بخش دانش بریم به کجا میرسیم چیزی که جامعه مینیمالیسم به ما اینو القا کرده که باید همدیگه رو بپذیریم این بعد ها من در مورد همه صحبت بکنم که توی اون جامعه ایدئال این واقعا افتضاحه جامعه ایدئال اینه که تو اگه میری یک موسیقی کار میکنی طرف واقعا بعد موسیقی رو بدون به یک نوری به تو کار بکنه ولی بله شما الان پیج اینستاگرام تو واکن هر کسی یه سازی گرفته دستش میگه مدرس فلان مدرس کی به اینا رو از کی به اینا این سرتیفیکیت کجا این مدارک از کجا اومده این اعتبار رو کی داده اگر ما همینجوری پیش بریم خب دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم من الان اصلا آقا ببینیم بریم دکتر کدوم دکتر نکنه قیچیو و جا بذارتون کی میخواد اینو تضمین بکنه همه دکترن آقا فارغ تحصیل شدن بعد دکترها خیلی کشن جمعشون هزینه که پرداختن طی مدت 20 ساله که فارغ تحصیل بشن و با پیشوند دکتری میخوان از ما آدمای دیگه بگیرن دکتر فلان کس ننت خوب منم بگم ساوند انجینیر، ترانسلیتر، میوزیشن، اکتر، رضا فرشته کس ننه <تصفح> لقب به خود نده مادر تو فقط میتونی به خود بگی ننه جنده نهایت اینقدر این کردیت ها رو نذارید بدن مردم دکتری کس ننه منم میکانیکم حالا ماشینت خراب شد میخوای چیکار کنی؟ میخوای سی پی آر بگیری ازش ننه جنده ما یک زنجیره به هم متصلیم جایگاه ویژه نیست تو اون کسی نیستی که تو آزمایشگاه داری در یک سلول سرطانی کار میکنی تو کسکشی هستی که نهایت میخوای دکه بزنی به عنوان مطب یه سری چیزای تیپیکال پیش گفته داره رو روتیم مردم بدی و قرص بنویسی یا مثلا دست بزنی سینه زنه بگی آ کیست داره تو چه کریدیتی داری تو کریدیت تو نداری پس لطفا آقایونی که فارغ التحصیل من در من دکتر فلانی از کس نه منم بوکن نه نه هستم حرف خیلی قبول دارم برای برای بکس و برای اینکه میدونم عاشق تکنولوژی ام تکنولوژی زیاد فادا میکنم تو فاصله 10 تا 50 سال دیگه یعنی خیلی هم دون اکثر شما میبینین اینو توی یه توالتی میاد که هر دفعه توش جیش میکنی این میاد تمام بدن تو رو روی جیش تو رو تست میکنه یعنی وقتی که اگه تو سرطان بگیری همون روزی که سرطان گرفتی که سلول سرطان یه دونه است oh, میفهمه I تو سرطان do گرفتی و بهت میگه و این توالت از تمام دکترای دنیا کامباین باهوشتر خواهد بود پس آی داره هر صد درصد آیه خواهد بود صد از آیه خواهد با این کردیت ها از به این هم قرار داده این هم قرار داده تو تمام فرنگ ها تو تمام کالتا همه جا هست باز میگم موضوعات ریشه حالا نسبت به ببین یه چیزی که هست هیچ کسی نمیتونه من یوتورو نقد بکنه من دارم یک یک آپنیانی دارم یک دیدگاهی دارم دارم اونو میدم و هیچ نیازی به هیچ اکسپرتیز اینجا وجود نداره مثلا در بحث موسیقی من من تنها تخصص که دارم بحث فیزیک صوت که توی صد شناسایی موج دارم و توی استودیوی موسیقی وقتی که همه چیز رو یاد میگیری توش متوجه میشی که باید همه چیز رو رها بکنی و درگیری بکنی خودتو با یک چیزونم بیگ ایمیج تصویر کلی از یک موج برای مخاطب و تو نباید مهم این باشه که اثرت یا کاری که انجام میدی من اگه قاب تصویر تو رو میبینم من یک بیگ ایمیج میبینم که برام مهم نیست در واقع اول جزئیات این صفحه چیه تو از چه اجزایت من یه نگاه میکنم یا میگیره منو یا نمیگیره منو تموم شد دارم یک ما همیشه روی بیگ ایمیج هستیم توی موسیقی هم کسایی که کار میکس انجینیرینگ میکنن اینا میدونن یا نمیدونن خودشون فکر میکنن که هر چقدر ریز بشن نتیجه بهتره کلیست تصویر مثلا سینمایی طرف بخواد بگیره خار و ننه خودش گایده بعد شما میبینی یه کارگردان اصیل میاد یه دونه لیوانو رو میذاره روی یک میز ولی فرمه کار میتونیم بعدا رجوع به فرم با هم صحبت بکنیم دلیل صحبت کردن ما اظهار نظر ما در این که ما خدا هستیم ما داریم اتفاقا این تابوها رو میشکونیم. من من تو رو نمیدارم من خدا میگم نیت من این نیستش که وای منو فالو کنی اگه من دنبال این کارو بودم خیلی کار دیگه میکردم که این اتفاق بیفته نیت من بر این هستش که باید یک سری نقد بشن به سری فشار بیاد که جامعه تکونهایی بخورد فقط هدف من همینه اگر ما بخوایم به همین ثبات به هر کسی مدرک داره بگیم دکتر به هر کسی میگه که بگو چاکرم چون من بهت میگم نوکرم و باید, باید جلوی پیرزن توی مترو یا توس بایدی وجود نداره چون یه زمانی مثلا باب شده بود مثلا مصنع میمدن میزد با چوش بلند شد چون روتینه دیگه نه اون احترامه چی شد تو دنبال احترام تو احترامو داشتی چیزی چیز یا اینکه نه باید نه کس نه نه بیم پیر شده بعد نه یا دنبال جاش بوده دقیق بکنی همه دنبال جاشونن خب فقط دارن میبینن که چطوری نه، میتونه نه هیچ دنبال جاش نیست همه تو... دنبال بالاتر از حدشونه و در حدش نیست آره ولی میخواد ببینه اونو چجوری از تو میتونه بگیره بدون اینکه تو بتونی بگی تو منو گایدی بدون اینکه خودش خب کس خب بالاتر بعد بده یعنی هر کاری میکنه هر کاری میکنه مثلا میگه آقا من بیام پیش سهیل هر کاری بکنم برام میشه پیشم پیش سهیل که مثلا از قبال سوئد این کارو بکنم نمیاد میگه چه خودم این کارو بکنم و به بگم ببین تو هم میتونی با من این کار رو. با همین کار رو بکنیم نه میگه بس بهش دروغ بگم برم اون چیزی که داره بعد میره خارج اون سهیل اون رضا رو میگاد اونم میاره پایین خودش همه چی هر چی ساختیم و خراب میکنه واسه همین که ما داریم هی درجا میزنیم واسه همین که ما سال هست درگیر درجا زدن هستیم و من واقعا فراری هم از زندگی جمع واقعا میگم چون خیلی به ندرت پیدا میشه که تو بتونی یه آدم پیدا بکنی برای چهار فصل باش زندگی کنی برای چهار فصل یعنی بگی من با این سفر دارم گرمی و سردی و چشیدم خرج و فلان و چشیدم فلان رفتیم جلو و من میگم اگر کسی بود که با تو کنار من باید یه چیزی رو تست بکنی که چقدر طرف میتونه مادر قهوه باشه که داره خوش کنترل میکنه یعنی باز اوضا بدتر میشه یعنی اصولاً چیزی به عنوان اینکه یه چیزی که خیلی مهمه یعنی واقعیه فقط من اینو بگم واسه این اپیزود چون من شارژ دور می‌رم کمه یه جوری برسونیم به اندینگ این برنامه ما در اکسیتوسین ترشح میکنه وقتی بچه رو به دنیا میاره این واقعا این واقعا یعنی وقتی که به دنیا میاره احساس میکنه خودشه خودش رو میبینه پدری که بچهش دوست داره خیلی ارزشمندتره چون بدون ترشح این هورمونه لاژیکلی لاجیکلی بچه ها رو دوست داره و این خیلی با من این رو روزی داره. که بچه هم به دنیا اومد گفتم گفتم من هیچ هیچ احساسی نسبت به این موجود نداشتم به از تنفر چون یه چیزی اومده فقط ار میدنه می آره تو منطقه نگاه میکنی دیگه دست. آره من قشنگ گفتم گفتم پدر بودن بین یک تا سه ماه اول اتفاق میفته که تو بهش عادت میکنی اونم به تو عادت میکنه یعنی مثلا وقتی مامان میکنم من ورش نوشم گفت تو کی مال از سگ بده من دستم که اومدم بیرون تو تو انه کی و این فقط اینا همون آروم میشد شیرم نمیخواست هیچی نمیخواست فقط میخواست یکی منو بغل کنه ولی اون یکی فقط مادرش بود واسه همین حرفت کاملا درسته پدری که به بچهش کار میکنه خیلی واقعا مادر که خیلی از خود گذشتگی توشه چون اصولا تو هم مامه‌ای که داره بچه میخوره مال نیو بده ما بخوریم تشتمونه آغاز میخوری بعد از یک چیز میتونه باشه ولی جدا از این حریم موموکو جدا از تو یا مادرش اگر قرار باشد ممکنه نباشد محبت خالصانه رو نخواهد دید حتی از برادرش یا اموش یا نخواهد دید اون محبت خالصانه رو نخواهد دید و اگر روزی شما رو از دست بده یا هر کدوم از ما از دست بدیم اگر به شرطی که داریم ممکنه طرف از پشت متنفر بحث دیگه است اگر محبتی وجود اون پیور 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 نابش فقط برای این مثلث پدر مادر فرزند هیچ حالت دیگه نه اگر از دست دادی دیگه نخواهی پیدا کرد هم تا تو حتی تو زنت و اگر داریش لذتشو ببر و بهش اعتماد کن من همیشه میگم حتی من میگم که اگر پدر من برگرده بگه که الان شبه ولی الان روزه من نمیگم بد منو میخواد یا میخواد ذهن من خراب میگم کسخله دقت ولی تو نمیتونی بیای بیرون به هر آدمی که به این میگی بگی اصولا میخواد ننتو بگاد به خاطر همین قراردادها همین کینه ها همین بیان نکردن ها رو هم رو هم جمع شدن ها تو همه کالچرا هم هست من اصولا میگم تکنولوژی که یک شاخه از فناوریه که بهش میگن علم و همه چی توش قرار میگیره ممکنه هزار یک علم دیگه باشه حالت های دیگه فرم دیگه دلیلی نیست که اگر ما بهش داریم دسترسی پیدا میکنیم ما الان داریم ربات میسازیم یعنی آدم های بهتری هم هستیم یا اصلا آدم هستیم یا اینکه اصلا آدم بودن خوبه یا بد همه چیزو من میبرم زیر زیر نم. این سخنی بود که من می‌خواستم در تمام در دمت گرم آقا من واقعا از اون کارهایی که خود درست میکنی لذت میبرم من فکر نمی کنم تو رو کسی جایی واقعی خودتو دیده باشه من همین نه تو اولین کسی که من خودم انتبیتو... حال کردم با خیلی دوست داشتم با, با با دا حال که خودت بود یه صداقت خاصی تو حرف زدنت دیدم یعنی دیدم طرف خودشه سعی میکنه از خودش ایده بگیره و خودش رو بیان بکنه اگر خوب دوست دارید استفاده کنه یه دوستان ردشید برید شو توت ندیدم تو ما حتی تو نشستن آدمو شو میبینم دارم میکنی طرف شو خودشه دوست دارم کول cool باشه انرژی مثبت بده این خیلی خوبه مثلا من دوست ندارم خودم انرژی مثبت بدم یه چون لقه، من نیا کنم مریض شو من نیا بالا بیار نه توی کار تنظیم اصولا من اینجا خبری از بستنی چوبی و اینجا چیزا نیستش نه اینجا نه تو دنیا ما بعد من میام آقا حقیقت این حقیقت میگم میکنه وارد بزنم تو شکمت پاره بشه ذهن من مال منه ولی میگم آقا سوری خسته دادم که انرژی مثبت خودشو داره بروز میده نه اون مجری کسکش که میگه چطور این وای وای مثلا دیدی تو یوتیوب میگیرم کی اومده این کارو کرده یکی اومده این کارو کرده دیگه رو یوتیوب ننوشتن که میگه شیش تا افکت واسه نه من من, من نمیخوام فوش بدم یکی چی نه منم نمیخوام منم خودم خود خود دیدی که این چه خودم چه دیدم خودتی تو ویدیو خودشه نشه آ چطوری بگو اون چیزای باحال بگو دوست داری مردم و انسانی سرگرم شون دیدم واقعا وقتی هم که این آیه امین به من گفت چرا که نه یعنی اولین چیزی که به من گفتم اوه ای ولنمه این آدمه چه بحاله من دیدمش بریم چاک گپ بزنیم تمام من, دارم 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 که... من خودم واقعا دوست دارم خوزنه اه... تا بیشتر برای ام... خودت برای برم عزیزی عقبال اون میخوایی دیگه خواهش واقعا ازت ممنونم از های قشنگی زدی و من گفتم من تمام پوینت اینه که دوست دارم با یه آدمی که جالبه فقط نه خواسته نه بهتر نه بدتر فقط آدمی که جالبه باهاش صحبت کنم باهاش آشنا شم از همون را دنیا باش با آشنا شه اگه یه دفعه بخنده و یه دونه پوینت یاد بگیره من ویدیومو بهش خوشحالی میدم من اینو نمیدونستم قبلا چیه توی شیش ماه گذشته فهمیدم که آقا من میخوام این شخصیت باشم برای اینکه هر کاری دیگه بکنی ش شروع فیلم بازی کردن باید مثلا جریمه انجام بدی بخندی نمیدونم کار بکنی کاری که همه دیگه دارن میکنن همه تو الان تو تمام ویدیو آدمای دیگه که مثلا تو یوتیوبن اکثرا دارن یه کار رو انجام میدن یه سری آدم هستن که انترتینمنت درست میکنن ماشین. حالا جوک ماشینا. یا صحنه جالب ولی... یه سری هم رفیق بگو بگو ببین پرزنتیشنش ماشینه الگوه الگو چاپی خطیه مهم. دقیقا وقتی من بعضی از اینا رو نگاه میکنم تو همه جا هستن ولی واقعا باید اینو گفت باید جامعه تغییر کنه حتی یه نفر حتی به قیمت پاره شدن من یا تو باشه فرق مهم نیستیم ما مهم این اولوشن من یاد آهنگ سراش قمیشی ای میگه ای بازیگر اون آهنگ نقاب سراش یعنی مثلا یوتیوبر میدونه قبل از برنامش اینجوریه ناراحت شروع که میشه 20 بار تک فوتج میگیره که بخواد بگه آقا خودت باش آقا بیا جوری دور بگو من ننم جنده از حالم بده دارید ده میلیون بدید ای واکنش مردم چیه نه ترس از خودت آقا پیرنم کت شد اینم اینجوری شد ای این چرا واس شد ای من چرا اونجوریم چرا من خوب نرفتم چرا من اینجوری نرفتم کس ننت و کس ننه مخاطب خود کس ننه اینجوری بهتره همه. این به خیلی بهتره خودتی و میگه اوکی حرفت چیه این یکی از نکاتی بود که خودم دارم و توی تو دیدم و برام واقعا جاله نیستی منم واقعا آدم مثل تو کم میبینم که واقعا حرف دلشو بزنه همون چیزی که میگه حالا تو با هستی و حاضر جوابی هم این دوتا بهش عد میکنه یعنی تو سه تا در واقع هنر داری که میکسچرش جالبه که آدم ببینه به علاوه اینکه خودتو یوتیوب کردی یعنی چهارمیش و مردم کلا خیلی راحت شدن با فیلم بازی کردن یعنی مثلا مگه با دوست دخترم حالا من خانومم میگم همش دوست دخترم مگه با خانومم تو مثلا توی رستوران دعوام بشه عروسی تو هم باشه من دیگه اخمونش از یه گوشه یعنی سوسایتی به من میگه احمق اون لحظه حالا بر خود بگذری من, من نمیتونم تو داری من میگی دروغ بگو که من خوشحال بشم خب من نمیتونم این کرکتر باشم من آدمی هم که الان اون لحظه دوستام دوام شده دیگه عصبانی هم. چون سعی کردم حلش کنم نشده و ب ب ب ب من یه عصبانی ام اونم بیاد با من کنه بعدش آشتی... بعد میام میخندم خوشحال بعد اون خوشحالی واقعیه من اصلا تو بچگیم گفتم پیوره آره هیچ وقت هیچ وقت دلم نمیخواست فیلم بازی کنم چون نفر بعدی رو خوشحال کنم و خیلی هم سر این موضوع پانیش شدم خیلی سوسایتی منو تنبیه کرد یعنی خیلی از گروه ها منو کات کردن چون مثلا سوهل بیشوره سوهل نمیدونم بقیه بر نیست ولی من آدمی هم که واقعا بیشون نیستم من آدمی هم که واقعا کر میکنم بقیه خوب بشن هم کوچولو هم بزرگ دقیقاً یعنی مثلا من میگم توی مغازه یا می در فریزر یارو رو باز باشه میبندم خوشحال میشم میگم من به نفع که نمیشستم خوبی کردم هیچی کی نیست منو ببینه من خودم تنهام این کار از پنج سالگی میکنم میفهمی چی میگم مثلا خوبی یه سری آدم هستم قول بهت میدم که میره توی رس... توی مغازه بستنشو برمی در آرومی منده که باز بمونه که این بره بیرون صاحب اون مغازه بنوشه پول برق بشه که خارج دو نفرمون وجود داریم میدونی ولی من کسخل حساب میشم چون اونا بیشترن و آفرین کار من ارادی شده بود. یعنی حرکت خلاف جهت رودخانه میگن طرف مثلا تو زمسون تو با شورت بیای بیرون قرار با یعنی چی فلان این چی ازش فا اولین کاری که میکنن آدما ببین همین که گفتم قرارداد و یک دلار شدنی دارن میگه آقا من با فلانی خیلی این سوال خیلی خارکازدانه بالیا حالی ها باید خیلی هم کیف کن. ولی چون آقا ایکس دیگه با من مثلا آقا آقا شما دیگه تحشیف نرسند دیگه قط میکنه تلفن رو, رو ما دیگه بهره بردن ندارم ترجیح میدم اینکه یه نفره رو ولی خودش بذارم کنار اون نقاب بزنم برم شروع کنم کستیسی خواهی مالی بکنی. بکنیم این یک چیزیه که تو تو همه جا میبینی یعنی من اگه مثلا بلنشم برم تو شبکه منو برم تو بی بی سی برم تو الجزایر برم تو آمازون هست چیزی که بگی بگن قیچیش کنید سانسورش کنید چون همه چی شده مثلا چی کسکش های جا پونه تیدی یا کسکش واسطا به چی داری میگی چیه این چرا اینجوری میکنی منظورت چی داری کسی اینجوری کنه جلو من پشت میمی که بکنتش که دیگه دولا نشده شده دیگه و دلار دیگه دیگه قاشق تو دیس ان کسی زد تا تهش باید بخوره و دقیقا هم حقیقته آدمی که دلا شد دیگه دل من میگم آقا زندگی من هیچ چیزی از دست نمیدم هممون میمیریم شما که منو دارید از آمریکا کالیفرنیا نگاه میکنید شما که تو لاس وگاس همین الان مستید شما که همین الان دارید سکس میکنید یا همین الان گدایی دارید میمیرید هممون قرار بمیریم من پس نیازی ندارم دست و پای آنچانی بزنم و یک چیزی که خاصیتی که انسان داره انسان از داشته خود اگر تعقلی نداشته باشه نسبت بهش به فکرش درگیر نباشه عادت میکنه روتی میشه و خسته میشه تو حساب بکن اول آدم میگه که یه دونه گوشی بخرم که مثلا تاش اون موقع که با چیز بودیم یه گوشی بگیرم توش بازی کرمه بره دیگه سرگرمم میگیری و میبینیم مستاق بعد یه هفته یه دونه از این سگا بگیریم دست داره دیگه تنگ این نه که این بعدا خودش هم تایید میگه نه این عالی ها اینم بیاد دیگه اونو میگه. یه دونه یه دونه خونه یه دونه بنز بگیر یه دونه هواپیما ببین آخر تف رگ خودش رو میذاره تو اوج بیاد پس کسی چی... چه چه بسا بهتر که همه داشته باشن بخور ولی کسی چیزی از دست نمیده و من باج نمیدم اگه قرار باشه من باج بدم فردا باشم تاپ یوتیوب کیرم تو یوتیوب مثلا طرف یه فن تو هم کوسنن فن فن چی من دارم یه کاری میکنم باحال با کامبانیت بزنم بره اوکی بر نه تو برام مهمه نه کارم برام مهمه برای من این هم مهم که اینو تقویت بکنم که پس فردا توی نقطه حساس زندگی به درد هم بخوریم نه اینکه فنه هم بشیم میمون بازی بس چی داری واسه عرضه ببینیم واو چقدر باحال پس به جای که روی یک آدم سر سرمایه‌گذاری بکنم روی آدم سرمایه‌گذاری میکنم او تو چی داری تو اه پس چه خوب به جایی که بیام زیرا بزنم میام تعریف اینو میکنم آی فلانی آی فلانی فلانی هستا میتونی با چیز بکنی کاری که مثلا امین اینجا مدیریتور تو ادمین تو کرده آی تو گفته بودی ویدیو منو اصلا نیده بودی اوکی ولی میدونم منو میشتاختی یا منو نمیشتاختی منو نمیدونم نه و کی اومد به تو گفت یارو مثلا هستا برو باش مثلا چی بعد با هم یه رابطه پیدا کردین با هم تقریبا هم یک رابطه دوستی با هم حرف میزنیم توالت من ازت فیلم دارم چونت باره است این از, این <applause> از کجا میاد این آدم اومده گفته دیگه خب این حالا وقتی وقتی آدم وقتی آدم میاد بگه من میگم که آقا اصولا الازه انسانی یکی قراره با هم یک کالی یک کوورک توی یک کار بحالی انجام بدیم قرار نیستش که این از من بره بالا یا من از این برم بالا که این اتفاق افتاده دقیق میکنی میگم این اتفاق اینو دیدم بیام بگو آقا یک جمع باحالی بیام کار باحالی بکنیم هر چقدر که باحالی میگه نیستیم چون لقه هم هم خودمون هستیم ولی بله میگم یه چیزی میخوام اضافه کنم راجع به همین حرفی که میزنی خود امین یک از شکایتش به من بود که ببین سهیل تو یک آدم, آدم های معروف رو میشناسی میبین چون الان اینستاگرام هم دست امینه بر رفته بود فضولی کرده بود دیده بود مثلا من با آدم حرف میزنم بعد گفتش که من میبینم تو با اینا حرف میزنی چون نمیگی بیا تو پادکست مثلا با تو. گفتم برای اینا دوستای منن اتفاق هم افتاده که اینا معروفن مگه الان برم بشم بیا با من اپیزود بگیر من کاملا دارم از اون سو استفاده میکنم من آدمی نیستم که از آدم سوء استفاده کنم دوست معروف هن. من کاملا خود شورش میرسه که اگه به من آفر بده با من پادکست بگیره من قبول میکنم برای منم سود داره حالا اون به دلیل بیتوجهی کسکش بودن نفهمیش با حال بودنش این در سطح من نیست هر داستانی که اون پشتش من کاری ندارم اگه نمیاد به من آفر کنه من نمی کنم الان مثلا من تمام کسی که تو ویدیو دارم از سپر ارفان تمامشون اونو از من اومدن گفتن حتی نیکی به شام آزاده تمام کسی که اومدن بدون استثنا اونا به من زنگ زدن گفتن که مثلا ارفان یک یه،, یه کاری داشت من براش کارش انجام دادم اون به برای مثلا که به من حال بک بده گفتش که داشتی بیا یه دونه پادکست هم ما هم ببینیم اون برای من ارزش داره که میگم خیلی خوب الان میفهمی که ما داریم با هم یه کاری میکنیم تو دلت تو دل توشه ولی وقتی من به تو میگم بیا با من پادکست بگیر کونیواره انگار که من دارم خایمالی تو میکنم و تو هم آردی میدونی اینو باز این هم یکی از همون قراردادهای ذهنی غلطه که ما رو باز میداره از این کار انجام بدن خب من از دوربین باورت میشه میترسم از حرف زدن میترسم بهتم گفتم ببین من تا حالا حرف نزد گفتم یا نگفتم تو این کاره ای تو این کار رو میکنی من نمیدونم من حرف نمیتونم حرف نزدم نمی حرف, حرف تو از نظر من سخت حرف زد از نظر من یکی از کاره خیلی سخت توی دنیا حرف زدن یخ آره و چیزی که برای وجود داره این عاملی که تو گفتی بازدارنده است تو اتفاقا باید بتونی از محیطی که داری استفاده بکنی اینم میگم ترسیدن از نقد دیگران چه اون شر... چه, اون دوم شخص چیزی که مخاطبته چه اون جمع قایبی که مردم که قراره بعدا تو رو قضاوت بکنن که میدونم تو آدم علق و اینا نیستی ولی واسه همون دوم شخصت همون مخاطبت نمیخوای این حس تو وجود بیاد چرا چون همچین چیزی کثیفی وجود داره و ببینی همون جبریه که تو زندگی تاثیر میذاره که مثلا من ندارم مثلا من چون اهل حرف زدن نبودم نمیرفتم مثلا به آدم مثل تو بگم بی حرف بزنیم خب چون من از حرف زدن, حرف زدن نمیرسم چیه هنوزم نمیدونم چیه ولی اینی که تو بگی که آقا من مثلا به سپر خلصه به عرفان پایدار یا اشتران کنم به بهزاد لیتو بینادار کسی نگم چون که گفتن من میتونم همچین برداشت ایجاد بکنه این ایراد تو نیست به نظر من اگر تو با ارتباط با یوری <مشار> گاگارین داری باید بری بهش بگی ایراد از اونه اگر چی برداشت میکنه ما اگر تا دیده اون اینجوری نکنیم همیشه مزنونی و آدمی که مزنونه همیشه درگیره جامعش افسرده است جامعهش افسرده همیشه داره فکر میکنه که اونم میذارن که اونم نمیذارن اینجوری میشه که تو من یه ما توی خونم نمیام بیرون و تو میگی فصل لباس شده اومدم بیرون سیگار دارم میکشم چرا فصل پس بالا از شروع بشه دیگه شاید این حرف منو تو به یکی به رفیقش که اوکی من می‌خواستم فلان بگم دوستت دارم برام مش بگم شاید من می‌خواستم فلان بگم فلانی کارت کیریه بی این کارو بکن شاید بره آقا مامان اینو اینجوری درست نکن قضا دیدی با دستپخت مامانمه من مامانم کیری ترین دستپخت داره در نیست که مادر من مادرم خیلی دوست دارم دستپختت کیریه ما باید بتونیم به این حد برسیم که با حقیقتا بتونیم خودمون رو بسازیم نه اینکه خودمون رو زائل بکنیم و اینکه اینو باید قبول بکنیم اگه یه نفر قدش یک و پنجوه قدت داداش یک و پنجوه. تو کتوله میپذیری؟ کتوله؟ حالا خودتو رشد بده نشون بده چی تو چند تا داری من تظاهر کنم که تو هم قد من و این اتفاق ممکنه برای من هم بیافته یه نفر بیاد دو دو متر و ده اوکی اینقدر خر نباشه تو همه ویدیوات میگی من قدم بلنده قدت چقدر استی؟ من با قدم سه نباده سه خوب بله مهم نیست حالا میام خیلی چیزای آقا بفر قبول کن آقا آقا تو آقا تو زشتی برج لاله کیرا بسپ کیرا بسپ 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 هی دلو خرت فاک فیس پاندار جن به خود فاش بده چی نمیدونم کس من دارم میگم که آقا مردم عزیز با واقعیت رو برو بشی چی رو دیدی من فاک فیس کس نه نه ببین رو برو کس نه نه بوت اس خود عادت بکنید که نباید تاثیر پذیر داشته باشید از حرف عادت بکنید که نباید روی قیافتون حساب وا بکنید عادت بکنید که نباید رو قدتون حساب وا بکنید قرار رو چیز دیگه حساب وا بکنید و دنیا کردیت به شما نمیده دنیا... مغز اصلیه ده ده مغز مغز دنیا, میاد دنیا میاد یه مدیا درست بکنه شما سرگرم باشید و میاد هاکینگ رو میاره با دهن کچ درش دستگاه درست بکنه که تو فقط بگو و مطمئن باشید اگه دنیا خراب بشه اونو نجات میدن و همه رو میذارن بمیرید قول شرف میدم که اگر قرار بشه ما به یه اپوکالیپس برسیم بیفور همه هستیم ولی افتر اپوکالیپس همون دهنکج فلج سی کیلویی هیچ سعی کننده ای کردیت به انترتینینگ نمیده در وهله اول اولین چیزی که مهمه بقای ماست و تکنولوژی و دانش ما از محیط کون کیم کارداشیان واسه هیچ خری مهم نیست ولی یک سری افراد رو خر میکنن که تولید انرژی بکنن تولید ارز بکنن برای دستابی به اون اطلاعات و شما رو سرگرم با کون و ژل و لب و غیره و قیافه و قد و نایکی میپوشه کس نند من گالش میپوشم کی را میخوری؟ وقتی به این حالت من برسید کسی نمیتونه شما رو خورد بکنه میگن یا ولش کن حرف بزنی اونو میگاد چیزی اینو خورد نمیکنه که چی بهش بگیم یارو میگه نه نه چی کارش کنم اگه به من بگی نه نه دست چی یا اول فرق. فرق کنیم بریم اینجا دیروز یه آقایی اومد اینجا باهاش پادکست گرفتم که به بچه های یاد بده چرختی مثلا پولدار بشن و کار کنن دوربر مثلا صد و خورده میلیون دلار پول دستشه که باهاش مثلا کار میکنه از این حرفا مثلا جز مثلا جزء قوی آدمی که من تا آوردم اوردم خب بایش گفتم که باشه بیا خونم و بیا با هم ویدیو بگیریم دیگه ایشون هم لطف کرد و گفت اوکی میام آقا اومد صبح اول یه ماشین جلوتر اومد یه رو که مثلا دستیارشه بعد چند دقیقه یه دونه لامبورگینی 500 هزار دلاری دور زد اومد تو ماشین پیاده شد سر تا پاش مثلا 100 هزار دلار لباس خب من میدونم دارم کیو دعوت میکنم دیگه چیزی که من گفتم من گفتم آقا دقیقا همه چی رو حسابه بعد گفتم قیافه منو ببینی یه دونه تیشرت یه شلوار گرم کن با دمپایی خب اونم حال کرد با این موضوع چون اون یه شخصیت خودشو داره اون یه کار خوش میکنه داره میاد بیرون من خونمم واسه این فرق داریم وقتی اون اومد این که دید من مثلا که میدونم اون آدم داره میاد که انقدر مثلا باحال و این حرفا یعنی و... از باحال حال منظورم اینه که زحمت کش خب مثل سگ زحمت کشیده و فکر کرده به چیزهایی که اصلا نمیدونسته میتونه برسه رسیده من, این من شانس این دادم موقعیت زمانی و مکانی برای همم خیلی مهمه موقعیت مکانی که بهت گفتم یعنی شانست موقعیت چون مثلا ممکنه یک من اه... زمانی یه خیلی وقت پیش یک زندانی بودم اه... عرضم به حضورت که یه آقای اومد بغل ما باستاده بود و به من گفت خبرنگاری؟ گفتم نه و کلی دیدم شلوغ داره میشه صداهای عجیب غریبی داره میاد یه جایگاهی بود توی اون قسمت نه اینکه من زندانی یعنی یه کاری،, کاری داشتم تو یه قسمتی یهو خوردم به یه آدمی که من بودم و این این از یه ور دیگه اومده بود که بره من از یه ور دیگه اومدم که خلاف این ها حرکت کنم برم بره. با من حرف زد بعدا فهمیدم یکی از کلوفترین آدمایی که میتونی ببینی یکی از من اجرای به من میگم پس پیشنهاد کار میده من کار چند خوام دو درگیر چیز دیگه ای بودم دستت که نبودم که درگیر اون چیزه و اون اون هم من فهمیده تر بود دنیا دیده تر بود چی سفید کرد بود درگیر جایگاهی که بودیم نبود چطوری کی تو بابا ما من یه شانس رو دست دادم پس شانس میتونه میدونی شانس برای این اگر که بخواد اون آقایی که شما داری میگی یا هر کسی دیگه ای از استیو جابزش بگیر تا به هر کسی دیگه ای تا به اول فردوسی و غیره هر چیز اون شانس تو که چقدر داری چه اتفاقاتی برات میفته محیطی و ذهنی و ژنتیکی و تهدیدی و مغزی و موقعت زم... زمانی تو کی کجایی مثلا شما اگر شما رو مثلا میذاشتن توی... مثلا من اگه میذاشتن تو ده میلادی وسط لاس وگاس حتما یه بندی مثل دفلپارت داشتم ولی در ولی در موقعیت هستم در جایگاهی هستم که اونو نمیتونم بیارم و من حذف میشم خیلی راحت ملتت میشی از بین میری آقای اینکه شما گفتی دمادش توضیح دادی اصلا بد نیست بگی آقای طرف دوست داره که آقا ببین من اینا دارم من در این حد من در این لولم کار کردم گرفتم دوست دارم بیارم, بیارم بیرون اگه ما بگیم نیار بیرون ما ولی اگر که طرف فکر بکنه که چون آورده بیرون ارجعیتی داره نسبت به اون کانشستس ذهنی نسبت به تمام کسانی که این آپشن مالیو ندارن اون این یک چیزیه که باید برآورد بشه و راحت حرف باید زد نه اومد واقعا قشنگ حال کرد که از اینکه چقدر من خودم هم نه تو فیلم هم، نه مثلا میخوام اون رو ایمپرس کنم و من تو خونم همه چی هست یعنی من تو فاصله 5 ثانیه میتونستم کفش پرادا بکنم تو پام کفش شلوار بربری بپوشم تیشرت نمیدونم فاکی اونو بپوشم ولی من چیزی نبود من نمی یارو ایمپرس کنم من نمی بهش بگم من چی دارم تو چی داری نمیخواستم لباس خوش من فقط میخواستم بشینم باش حرف بزنم من وقتی میخوام بشینم با که جدی حرف بزنم باید ریلکس بشم اگه گرمم بشه اگه لباسم تنگ باشه اگر احساس کنم پستونام زده بیرون اعصابم به میره نمیتونم واسه همین هیچی بیشتر از تیشرت و شلوار منو راحت نمیکنه من همونجوری نشستم اینم باعث شد اونم راحت شه اونم با من نشست حرف زد اون گفت من اولین بار من مثلا دور کامیتی ایرانی صحبت میکنم خیلی راحت شدم از این میخوام با ایرانی ها مثلا بیشتر کانکت بشم از این حرفه. یعنی خود بودن واسه من نوعی هر گویی که من الان هستم و تو موقعیتی که الان هستم فقط بخاطر اینکه خودم بودم و من نمیفهمم که چرا خود بودم بده چون هر گویی باشی یکی با حال اوکیه خیلی آدم زیاد وجود داره جامعه یه چیز جوجه کشیه کشت آدم و شخصیت میکنن دوش یا, یا اینجوری یا اینجوری دو حالت داری خارج از اینا خودم نداریم ما تو رو مجبور میکنیم اونجوری زیست بکنی که توی این چهارتا قرار بگیری مثل قالب شکولات نمیتونی بزرگتر بشی نمیتونی کوچیکتر بشی انتخاب کن میخوای کدوم شکولات باشی ما تعیین میکنیم ما اونجا تولید میکنیم تو اینجا که وسیلهای تو اینجا نیروی محرکه ای. مثل بادی هستی که توی دشت برای تولید الکتری... نیروی الکتریکی نیاز داریم تو اون بادی تو اونی که زغال رو میریزی توی موتورخونه کشتی تو اونی که زغال رو میریزی توی قطار تو میریم قطار چجوری راه میره تو چیزی نیستی تو اگه از این چارت بخوای خارج بشی قواعد اقتصادی اکنومی اون جامعه که زیست میکنی تو رو حذف و منظوی میکنی مگر اینکه یک ثروتی داری یا اتفاق عجیب برات میفته غیر از این تو باید بگی من مخلصم obey the rules چیکار باید بکنی یا کجا شروع کنی مدرسه است پس اگه برم اینجا مدرک رو بگیرم اجازه میدید من فلان کار بکنم اوکی حالا دانشگاهه یعنی اگه اینجا برم این اتفاقات برام میافته. اگه برم توی مغازه کار کنم اتفاق برام میفته نرم دانشگاه یا چند تا راه داری میتونی کارو خارج از اینا میگیریم این کار بکنی دستگیرت میکنیم کارم دارم میری توی جزیره نشستی زیر درخت داری مثلا داری خوک میکنی یه یعنی خوک با خود اف بی آی میریزه برای سد چرا قوه میگیرد تو نمیتونی هر کاری که میخوای بکنی حتی جایی که کسی نیست همیشه دارن نگاه میکنن همیشه میخوان کنترل بکن و اخلاق تا جایی که اخلاق داره جواب میده نشون دهنده کنترل شدن ماست اخلاق چه بد چه خوب اصلا من میگم 99 درصد خوب اوکی ولی نشون دهنده که ما چقدر کنترل داریم میشه که تو بحث من آدم که آدم خیلی راحت اولش که بحث دختر 18 ساله بحث دختر خاله نوعی منی که برگردم حرف رو بزنه این اخلاق و این آداب و این رسوم تا وقتی کار میکنه یعنی داره اون موتور خونه میچن اگر زمانی یکی برگرده بگه کون لقت او 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 او, او بدون اینکه کسی به فهم طرف حضر میشه مثل از خیلی آدم هایی که توی آمریکا هست شدم در جایی که ادعای آزادی بیان داره <applause> آره خیلی ها هست شدن چه بسا فیزیکی طرست. هم هست شد نکته از اینجا میاد بیرون که حداقل من میگم آقا اگر تاجدار نیستم تو زندگیم اگر رو تختی نمیشینم حداقل بز نیست حداقل اینه که یک گوشه نشستم دارم با لپن نگاه میکنم تو منو نمیتونید سوای کلش قضیه رو هم دیگه مالا. آره این حرفت گرسته یعنی دقیقا منم به جای رسیدم که اگر میخوای چیز باشی باید خودت باشی و با من خودم شدم و من الان طریق یوتیوب دارم سعی میکنم این عشق و این راحتی رو به انسانهای دیگه موج بدم که بابا اینم وجود داره اگه خودت باشی اگه زن میاد میگی که مثلا برو آشخال رو بذار بگی کسکش من از سر کار آمدم خستم خودت برو بذار هم زنه با تو حال میکنه که باش راست گفتی هم آشغال میبره پاش قوی تر میشه هم تو خسته نمیشی تو... بعد تو بلند میشی آشغال میبری بعد میگی که شب عصبانی چون که خسته ای بعد برنامه می پای همسر چی آشغاله رو میبری ببین من آشغاله رو میبردم خب آشغال ما هم کسکش اول راهیم ساعت هفت صبح خاکستی میدین اینجا مثلا خونه قبلیم می یازدونی میومد میشه کاری بعد... کنیشون ببره همین رو بگم من می بردم دیگه آه. بعد من رفتم دکتر گفتش که من آرتوروز کمر دارم اینو که خانمم فهمید هفته بعد که موقع آشقا بود از خواب بیدار شدم ساعت هفت ساعتم زنگ زد تا بانن شدم جیدت دستش زد پشتم گفت آیدی رفتم گذاشتم بعد گفتم بچه نگفتی گفته چون میدونستم که بهت بگم نمیذاری شیشونیم و نیم ساعت گذاشتم که بلند شم ببرم که تو نکنی خب این خواهی خواهی زنه داشته یا 99 درصد انایی که الان به هست زن ببین اینه نمیرا میگم سوال عجب خانومی داری امین واقعا میگم میگم می ساعتی 700 دلار دلیل نمیگم نمی من آدم دروغگو نیستم خانمای محترم ببینید چه جوری است <تصفح> بعد من تبلیغ خانومت میکنم نمیدونم نه خدا خانمای دیگه خیلی خدایی کونگوشا شدن خیلی بی مصرف شدن خیلی یوزر شدن خیلی حق به جانب شدن خیلی جنده شدن من نمیدونم چرا خانم های امروزی اینقدر وحشی شدن بعدم که یکی زر میزنه اتکش میکنن این داره ضد زن سازو نکشه یه, چیز یه ساده شو بهت بگم چی میشه اتفاق میفته وقتی تو گردونه چرخش یک جامعه مثل اکوسیستم در نظر بگیری تو دست بزنی توش میگن آقا اوزون داره سوراخ میشه نرمون گاهی دست تکلیف مشخصه دستگاری های زیاد جا جایی زیاد توی رابطش میشه کردیت طرف تا دیروز سی جی 125 این موتورهای تو ایران واسه طرف بوغ نمیزد سوار شه حشریت یک مرد و درجا خواستن یک مرد به جای رسون که او سوراخ که داره یارو با بنز بغل خیابون بوغ زد اه؟ پس یعنی منی که میتونم یه کاری بکنم بنزی برای من دوزاری بوغ بزنه پس کارهای دیگه هم میتونم بکنم کی این کرادی تو این فضا رو داد مرد حوث باز که واسه سوراخ کردن میاد میگه من فمینیسمم مرد زنای عاقل خودشون میگن این خودش یه چیز اصلا عجیب غریبه همچین فلسفی وجود داشتن خوده من نمیخوام وارد بحثش بشم چه پس بذم اینو بگم من, این روز من خیلی تو این چیزا که تو میگی نفهم بودم یعنی من خیلی فیلمی به زن نگاه میکردم مثل گربه کارتونی دیزنی مم. بعد مامان من تو یه سن 16 فهمید که من گاوه گاوم دید من نمیفهمم هر دختری میبینیم عاشق میشیم و فلان و از این حرفا یه تو اتاق من گفت سوهل بهترین زنی که میشناسی منم یا نه گفتم آره گو از من بهتر دیدی گفتم نه گو کسی بیشتر از من تا رو دوست داره گفتم نه گو من جندم یعنی میخواست گفت بفهمونه بابا ببین بابا با خانوم ها جندن تو نمیفهمی نمیفهمید این موضوع چقدر این آدم موجود وحشی و حسابگر و تنبیه کن و بیره همش اصله هست ببین زن مثل همون مظلوم است که بهت گفتم خب تو جمع قلدرا میری حرف بزنی وقتی قلدرا است با تبر میزنتت مجبوری با سیاست بری جلو زن قایتش سیاست میگه اینم این, این ورمو نشون میدم دلش می. اینا رو نشون میدم فلانش میره اینا کون سیامو نشون میدم برام پرپر پر میشه هر چی دارمو داره یارو حال میکنه اتوماتیک هم میزنم چی دیگه سوار سوار روی داستانم دو تا اشفه میام دو تا فلان میام مردم به خاطر غریزه از دست میده این کنترل واسه همین من آدم هایی که مذهبی هستن برام به شدت ببین آدمی که فقط میگه میخوام بخورم بکنم بخوابم برای من اونقدر میبینی این آدم منو یادت چیز میندازه یعنی که یه بشکم بزنی یه رو میترسه دقیقا میکنی یه آدمی که هر چیزی که میخواد بهش رسیده هیچ سختی بهش نایمده. این آدم رو تو نمیتونی روش تراس بکنی من اگه با این آدم برم اینجا سفر ماشین خراب شه تو هواپیما باشیم خلبانه چیز چیه تو فلانجا باشم بی... ول میکنه میره این آدم اومده حال با این مثل یه خوک بمونه هی میخوره می و میره نم. بکنم بلا بکشم ولی آدمی که تو نگاه میکنی مثلا به خاطر یک اعتقادی کار نمیتونیم درسته اوکی اصلا اصلا میتونه این طرف تو هی... اه... یک ایدئولوژی داره به خاطر من عاشق آدم هستم که ایدئولوژی دارن و عاشق دکتاتور دکتاتوری بودن به خاطر که میگم قرار نیست همه بفهمن قرار نیست همه واسه همه چیزی نظر بدن و تاثیر بذاره اگه قرار باشه اینجوری باشه میشه آش شل قرمکار کار و قرار نیستش که همش خوش بگذره تو وقتی با اون آدمی که به مثال زدم مثلا هیچ رابطه ای نداره هیچ فلایی نمیکنه نه که کس نه که فکر خره یه ایدولوژی داره که شاید ایدولوژی از خریت بیاد ولی رفتار اون آدم رو بیشتر میپسندم ارتباط بگیرم حجت داره حرف طرف برای من به کسی که مثلا صبح الکل شب پارتی فلانس تو نمیتونی تو حالت تنگ تو نمیتونی تو حالت جدی تو حالت هایی که واقعا نیاز به یک تصمیم جدی رو حساب بکنی بابا تو یه یه شرکت رو طرف میده رو هوا کنی. این خیلی مهمه کشور جنگ میشه سر زن دقیقا همینجوری حتی تو کالتا حتی تو قومیت حتی تو مذهب ها ما اینا رو دیدیم وجود این میگم این این خیلی 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 سم یعنی واسه همین من میگم آقا من اصلا طرفتاری نیستم که نظر من چوپون دوزاری رضا فرشته با نظر یک آدمی که میفهمه من حتی اینجا مثال زدم مردم حال با اینه که با این میرینم به همه من دارم یه مثالی میزنم <تص> نظر یه آدم احمق برابر باشه با نظر یه آدم فهمیده و اون بخواد در مورد سرنوشت جایی که من زندگی میکنم نظر بده این یه است این یه فاجه است حالا همینی که میگی موقع کرونا که اتفاق افتاده بود خیلی هم میگفتم واکسن بده و از این و من یه دونه پادکست گذاشتم گفتم که آقا اول توضیح دادم که چرا بد نیست بعد گفتم که ببین شما نباید اطلاعاتتون رو از روی اینترنت بگین راجع به چیزی چیزا تو اگه مثلا میخواد واکسن باید برو به دکتر بگو همونی که مریض میشی میدی پیشش برو اگه خیلی مثلا کاشسی پیش دوتا برو ولی اگه چون گفتم واکسن بزن دیگه بزن مهم نیست تو چی فکر میکنی و چی شنیدی بعد یه نفر اومد کامنت گذاشت که سوهل من زده واکسن بودم ولی بعد دیدن این ویدیو تو میرم واکسن میزنم زدم مادر جنده تو بازه که حرف من نفهمیدی میگم به حرف من گوش نده من همون احمقی هم که تو آردی گفتن گفت نزن برو بشه دکتر این دکتر چی میگه شاید تو واقعا نباید کنانو بزنی <applause> <applause> ببین همینه دیگه بل... بل... بدتر از این میدونید میدونید یه سری از این افراد کلا میگن داریوش با رژیم سابق مشکل لاش با این رژیم مشکل داره با رژیم آینده هم مشکل داره چیزی که بعضی کلا مشکل داره من از اون دست نیستم من از طرف میگم زمین صافه خود من مادرش رو انقدر بکنی که طرف بفهمه گرده این یه سه حالا مسائل خیلیه من میگم آقا این من دور شارژش من واقعا لذت میبرم من میتونم مدت با باید حرف بزنم دارم من صحبت لذت میارم برای این ویدیو امروز رو راجع به آشنایی با هنرمند قوی رضا فرشته اگه ویدیوشو ندیدین که شک دارم حتما به نگاه کنین حکمشین روش um, Love you, Chucks